أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بهترین راه برای خداشناسی در قرآن مجید ذکر شده است. دو تا راه آسان برای خداشناسی مطرح شده. در سوره مبارکه فصلت آیه 53 خداوند متعال می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. ما آیات خودمون را یعنی آیات خداشناسی را به مردم نشان میدیم در دو چیز، یکی از درون انسان، یکی از بیرون انسان. لذا دو تا بحث داریم. بحث اول ما دلیل بر خداشناسی از درون انسان که فطرت باشه. خداوند متعال در سوره مبارکه روم آیه 30 می‌فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا، تمام بدنتون، تمام وجودتون را متوجه دین و خدا قرار بدید. فطرت الله التي فطر الناس عليها تا آخر آیه. این یک فطری است، یعنی خداشناسی فطری است. اگر ما به درون خود مراجعه کنیم، از درون به ما یک ندای غیبی صدا در می‌دهد که خدا هست. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که من خدا را قبول ندارم، این ادله هم که شما میگید من قبول ندارم، یه چیزی بگید که من قانع بشم. حضرت فرمودن که تا حالا شده که سوار کشتی بشی؟ خب بله. فرمودن شده که دریا طوفانی بشه، هر لحظه ممکن باشه که کشتی غرق بشه و همه تون نابود بشید؟ گفت بله. فرمودن در اون حال چه حسی داشتی؟ گفت من یک در درون من یک حسی داشتم که یک دست غیبی میاد ما رو نجات میده. حضرت فرمودن همون خداست، این در درون انسان هاست. خلاصه دلیل فطری اینه که ما انسان ها در یک شرایطی قرار میگیریم، وقتی سیل میاد، وقتی زلزله میشود، وقتی شرایط بدی بر دنیا و مردم حاکم میشه، یک حس درونی در ما پیدا میشه که یک موجوده که ما او رو نمیبینیم، او ما را نجات خواهد داد. همون جوری که فرعون خدا را قبول نداشت، هرچه حضرت موسی به ایشان دلیل آورد قبول نکرد، ولی وقتی که آب او را فرا گرفت میخواست غرق بشه، گفت، دستا را بالا کرد، گفت ایمان آوردم به همون چیزی که موسی و قوم موسی ایمان آوردن. این چیه؟ این همون ندای فطری است که بر انسان حاکم میشه. چند سال قبل یادتون هست اون کشتی تایتانیک داشت غرق میشد، در میان اون آدمهایی بودن که در عمر خدا رو نخوانده بودن و اسم خدا رو نبرده بودن. در اون لحظات آخر که فیلم ها نشون میده، اینا میگفتن ماینگوت، خدای من. این همون ندای فطری است که بهترین دلیل بر خداشناسی است. این دلیل اول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.